جائے گا تھوڑا سا جی چل جائے گا تھوڑا اسی کے کیمپس کو نہیں نہ 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 خب بسم الله الرحمن الرحیم ارائه که من امروز خواهم داشت در مورد ساده سازی مسیر تو مدل استریمینگ من واش بخواید فرصت نکه بس اسلاید آماده کنم حالا سعی میکنم که مطالبی که میخوام روی تخته به شما توضیح بدم حالا فرضاً من اینکه اینجا تعامل دو طرفه هست هر جا احساس کردید که موضوع متوجه نمیشید سوال بپرسید که خلاصه همینجا مشکلات برطرف بشه نمیدونم اصلا در مورد ساده سازی مسیر اینجا لکچر کسی ارائه داده یا نداده کسی ارائه داشته در مورد آه نه بس قاطعا باید دوستان مثلا با فریش دیستنس و آس اف دیستنس ها آشنا باشه خب من فقط بس یه توضیح در مورد مدل استریمینگ بدم و بعد بریم سراغ مسئله‌مون تو مدل استریمینگ تو این مدل استریمینگ فرض ما اینه که شما یه دیتایی دارید دیتای خیلی بزرگه و یه استوریجی دارید که استوریج خیلی کوچیک خب این نوع مموری شما هست و اینم ورودی و نکته که وجود داره اینه که شما این ورودی رو از ابتدا تا انتها یک بار میخونید و این تنها چیزی که شما دارید و نمیتونید برگردید به گذشته و دوباره دیتا رو از اول بخونید عشان مدل استریمینگ وجود داره که به شما اجازه میده که مثلا دو بار از روی دیتا رد بشه. تصور بکنید که مثلا شما حالا نمونهش حالا به عنوان مثال یه روتر رو تصور بکنید که پکت ها دارن به روتر میرسن و روتر یه حافظه محدود داره نمیتونه همه پکت ها رو داخل حافظش نگه داره. خب یه تعداد محدودی از اونا میتونه تو حافظش نگه داره و اون چیزی که تابعی که میخواد بعد بتونه واسش محاسبه بکنه. خب خیلی از مسائل واقعاش نمیشه تو مدل استریمینگ حل کردش یا اگر بشه حل کرد اون تابعی که شما می‌خواید محاسبهش بکنید چیز میشه یعنی بعد تقریبی محاسبهش بکنید فقط به عنوان یه مثال ساده فرض بکنید که تو ورودی شما یه سری عدده حالا مدل استریمینگ شما می‌خواید عدد رو بخونید می‌خواید تعداد عدد متمایز رو بشمارید بعضی‌ها چیکار میشه کردش حافظتون هم محدوده خیلی کوچیک‌تر از تعداد کل اعداد یعنی شما نمی‌تونید کل اعداد رو نگه دارید. سوالی که اصلا این مسئله توی مدل استریمینگ قابل حل هست یا نه؟ خب می‌تونم به عنوان مسئله خاص ابتدایی توی مدل استریمینگ توی این مسئله فکر کنید و ببینید که واقعاً می‌تونید تعداد اعداد متمایز رو محاسبه بکنید. حالا بعد ببینید که آقا چقدر حافظه می‌خواید برای اینکه بتونید جواب رو دقیق حسابش بکنید. حالا یه مقدار بهتون انفاق هم میکنیم یا نمیخوایم جواب دقیق هم بدست بدید جواب مثلا یک بالا اپسیلون اپروکسیمیشن دو اپروکسیمیشن سه اپروکسیمیشن ببینید که حافظه چقدر نیاز دارید برای اینکه اون عدد رو به صورت تقریبی محاسبش بکنید خب این مدل استریمینگ حالا مسئله ساده سازی مسیر که قاعدتا باش آشنا هستید دیگه مسئله ساده سازی مسیر چیه به شما یه مسیر پی به شما دادن میخوایم این مسیر رو سادهش بکنیم تعداد زلاش زیاده و میخوایم این مسیر رو سادهش بکنیم مثلا میخوایم با سه تا زل تقریبش بزنیم نکتهش اینه که حالا میتونه ورژن متفاوت تعریف بشه واسه ساده سازی من دارم اون ورژن در ازم میگم که رؤوس مسیر ساده شدم خود همین رؤوس هستم ورژن وجود داره که رؤوس میتونه هر جایی روی صفحه باشه خب میتونه روی زل آ باشه این ورژن هم وجود داره اما ورژنی که من دارم نظر میگم من میخوام یه مسیر ساده شده از این مسیر داشته باشم که رؤوس مسیر ساده شده هم روی رؤوس مسیر ساده شده هم دقیقا روی رؤوس مسیر اصلی باشه خب حالا خطای این مسیر ساده شده چطوری تعریف میشه میان خطای هر تیکر و هر سگمنت و هر سگمنت قرمز رو محاسبه میکنن بعد بین همشون ماکسیمم میگن این در واقع یه روشه دیگه ممکنه شما یه روش دیگه ای واسه تعریف خطا داشته باشید حالا خطای این چطوری تعریف میشه
خب اون دیگه بستگی داره که ما مثلا یه خطایی داریم بهش میگن خطای هاستوف، یه خطایی داریم بهش میگن خطای فرشی. میتونید شما یه خطای دیگه تعریف بکنید، هر جزئی که دوست دارید میتونید تعریف بکنید. اما به هر چیزایی خطای استاندارد شده، ملت بر اساس اون خطاها میان مقاله میدن و کارشون انجام میدن. خب شما میتونید یه معیار خطای دیگه ای تو ذهنتون باشه، مثلا ممکنه یه کسی اصلا بیاد آقا بگه خطای من میشه جمع مساحت اینا. اما نکته اینه که خب به حال اگه یه همچین چیز تعریف کنید احتمالاً کار کردن باش سخت، شاید نشه خیلی ریزالت جدی گرفت. اما به حال همه اینا قابل تعریفه و دست شما بازه واسه اینکه خطا رو تعریف بکنید. حالا اون چیزی که تو ذهن ما هست خطای هاستوف یا خطای فرشه. خب فقط من فقط شاید بعضی دوستان تو جلسه دیروز نبودن، خطای هاستوف چیه؟ شما اگه دو تا مسیر داشته باشید، خطای هاستوف این دو تا مسیر به این شکل میشه. به ازای هر نقطه اینجا نزدیکترین نقطه توی این مسیر رو در نظر بگیرید. نمیدونم حالا کدوم نقطه میشه، مثلا فرض بکنید این نقطه است. خب بس به ازای هر نقطه اینجا شما اون بر نزدیکترین نقطه رو بهش پیدا کنید و بالعکس به ازای هر نقطه اینجا هم نزدیکترین نقطه این بر پیدا بکنید. بعد به ازای بین همین رو ماکسیموم بگیرید. این میشه خطای هاستوف. یه خطای دیگه هم داریم که عملا مجموعه نظر بگیرید، این یه مجموعه است، این هم یه مجموعه است. دو تا مجموعه دارید، بذار هر نقطه از این مجموعه نزدیکترین نقطه این ور بهش پیدا بکنید، میشه فاصله این نقطه تا این مجموعه. بذار هر نقطه این ور هم کار انجام بدید و بین همه اینا ماکسیمم بگیرید. واقعا اون دو تا نقطه ای که چی ان کمترین در واقع بیشترین فاصله رو نسبت به هم دیگه داره، خب واسه هر کدومشون نزدیکترین رو در نظر بگیرید. حالا توی خطای فرشه، حالا توی اینجا این مسیر بالایی اینه، مسیر پایین ساده است، فقط صرفا یه سگمنته. مسیر پایین فقط صرفا یه سگمنته. میخوام خطای این سگمنت رو با این مسیر بسنجیم، خطای هاستوفش رو. حالا توی مدل فرشه چیه؟ میگن آقا وعده یه دونه سگ با یه آدم رو که با قلاده در واقع بین سگی و آدم قلاده وجود داره، اینا حرکت بکنن و حرکتشون رو به سمت جلو باشه، هیچ وقت اجازه حرکت به سمت عقب رو نداشته باشه. میخوایم طول این قلاده رو چکار بکنیم؟ مینیمومش بکنیم. اینا یه جوری حرکت بکنن که طول قلاده مینیموم بشه، به این فاصله میگن فاصله فرشن. واقعش اینه که اگر این اجازه برگشت داشته باشه عملا میشه همون هاستوفه. شما اجازه بده که سگ و آدم بتونن برگردن تو مسیرشون، میشه نشون داد که این میشه همون هاستوف. اما اگه اجازه برگشت نداشته باشن میشه همون فرشه دیستنس. خب ریزالت های متعدد وجود داره واسه وقتی که مدل معمولی مدل استریمینگ نیست. من دو تا نسخه دیگه هم در واقع دو تا نسخه که اپتیمایزیشن که بررسی میشه، بعضی وقتا به شما تعداد یال ها رو میدن، کیو میدن و میگن که آقا به ازای کی داده شده شما یه مسیر ساده شده به دست بیارید با طول حد اکثر کی که خطاش کمی نمیشه. خب بعضی موقع هم خطا رو بهتون میدن، میگن خطا میخوام اپسیلون باشه، چند تا یال اینجا بذاره این مسیر ساده شده هم چند تا یال داشته باشه که خطا هم حد اکثر اپسیلون بشه. هر دو تا ورژن قابل بررسیه. ما الان ورژنی که میخوایم بررسی بکنیم این ورژنه، به ما تعداد یال ها رو دادن، میگیم با این تعداد یال فقط مجاز هستیم از این تعداد یال واسه طول مسیر ساده شده هم حد اکثر اینقدر یال میتونه داشته باشه، میخوایم خطامون رو کمینه بکنیم. حالا به هر ریزالت هایی توی مدل حالا نورمال استاندارد وجود داره که ما نمیخوایم در موردش بحث بکنیم. حالا اگه علاقه من بودید میتونید به سرورایی که توی این موضوع وجود داره نگاه بکنید. اون چیزی که الان واسه من مهم هستش اینه که من این ورودی داره به صورت مدل توی مدل استریمینگ بهم داده شده، یعنی رؤوس دارن به ترتیب بهم داده میشن و من یه حافظه محدود دارم و میخوام حالا ساده شده این مسئله رو به دست بیارم.
حالا اگه بخواید کاربردش رو نگاه بکنید، فرض بکنید که شما به یه حیوانی یه سنسوری وصل کردید، خب این حیوان داشت میکنه حرکت کرده، خب هر چند لحظه شما پوزیشن حیوان رو میگیرید، خب خیلی وقت پیش میاد دیگه، وقتی میخوان حیوان رو بررسی کنن یه چیزی بهشون وصل میکنن و یه اطلاعات ازشون میگیرن، فرض کنید حیوان شروع میکنه حرکت کردن توی چند روز، و اگه بخواید این دیتا رو شما نگه دارید دیتا خیلی بزرگ میشه، اما شما فقط میخواید صرفا یه ساده شده این مسیر داشته باشید که یه حدودی به شما بده که نحوه حرکت این حیوانه به چه شکل بوده، و این واقعا این مسئله میتونه مسئله کاربردی باشه. چی؟ نه آره، نه یه بحث کامپرسینگ چیز دیگه است. آره حالا اینم به یه نوعی کامپرسینگ هست، اما خب واقعش این که من دیگه اون مسیر اصلیه دارم از دست میدم. معمولا تو کامپرسینگ اینه که آقا کامپرس کن و بعد بتونی دوباره برش گردونی اون مسیر اصلیه بسازی. واقعش اینه که من دیگه این مسیر اصلیه رو نخواهم داشت و اون چیزی که نگه میدارم اینه و از روی اینم واقعتش نمیشه مسیر اصلیه رو ساختش. فقط صرفا میخوام مسیرم رو ساده بکنم به جهت اینکه حافظه‌ام محدوده و دیتای ورودیم خیلی دیتای بزرگه و نمیتونم همه اون دیتا رو نگه دارم. اگر میتونستم نگه میداشتم، اما خب به دلیل اینکه حافظه‌ام محدوده. و یه دلیل دیگه میتونه این باشه که آقا اگه من بخوام مسیر اصلیه رو نگه دارم و بعدش بخوام یه پردازش روش انجام بدم، چون ورودیم بزرگه زمان زیادی از من میگیره، بهتره که سادهش بکنم و بعد یه کاری روش انجام بدم. اما خب به هر حال همیشه تو ذهنمون هست که آقا تقریبه دیگه، خود اصلی مسیر اصلیه نیستش. حالا نکته جالبی که وجود داره، نکنید مثلا فرض بکنید که من این مسیر ساده شده تا اینجا نگه داشتم، خب فرض بکنید که مثلا حافظه منم بیشتر 4 تا نقطه نیست، فرض کنید طول اندازه حافظه، فرض کنید اندازه حافظه فرض بکنید 4، الان این مسیری که من نگه داشتم 4 تا رأس رو نگه داشتم دیگه، P1 P3 P5 و P4. خب حالا فرض بکنید یه رأس دیگه میادش، مثلا الان مسیر P5 هم میادش. خب الان من میخوام ساده شده مسیر از کجا تا کجا داشته باشم. من میخوام یه ساده شده مسیر از P1 تا P5 داشته باشم، یعنی همیشه نقطه شروع من P1. خب یه مسیر ساده شده از ابتدا تا نقطه آخر. خب من الان ساده شده مسیر رو نگه داشتم و حالا دقت بکنید که الان اصلا من پیشیش رو دیگه ندارمش، انداختمش دور، P4 هم ندارم، P2 هم ندارم. تنازوسی که من مسیر نگه داشتم P1, P3, P5, P4, P6, P7. من اینو کنم اشتراکم P8 باشه. خب پس من الان کاری که باید بکنم، باید یکی از این ظروف قبلی رو بندازمشون دور، چون به حال حافظه من 4 تا بیشتر جا نداره. الان سوال اینه که کدوم یکی از P1 رو که نمی‌تونم دست بزنم، P1 باید بمونه، P8 هم باید اضافه شه قطعا به مجموعه، یکی از این 3 تا رأس میانی باید حذف بشه. کدوم حذف بشه سوال اینه. و دقت بکنید که الان شما دیگه P6 رو ندارید، P4 هم ندارید، P2 هم ندارید. و مثلا فرض بکنید که من تصمیم میگیرم که مثلا فرض بکنید که P4 رو حذف بکنم، مسیر ساده شدم به جای اینکه این باشه دیگه میشه این. حالا برای چه اساسی دقت بکنید که من P6 رو نداشتم، مثلا چرا مثلا این یالا انتخاب بکنم؟ آیا واقعا اینا که حذف کردن تاثیرگذار نیستن؟ میتونه تاثیرگذار باشه دیگه، قاطعا بدون تاثیر نیست. و اینکه نیستن و من دسترسی بهشون ندارم، چطوری تصمیم بگیرم که کدوم یکی از این رأس‌های میانی حذف کنم؟ این مسئله سختی. شما یه سری اطلاعات از دست دادید به خاطر حافظه محدودتون. خب تو مدل عادی چون اطلاعات دارید
پردازش میکنید و به واقعا بهترین جواب دست میارید. الگوریتم چند جمله‌ای هم واسش وجود داره و خلاصه کار نسبتاً ساده تره. تو این مدل واقعاً کار یه مقدار سخت تر. حالا میخوایم تو این مدل یه راه حلی بدیم که حالا نیاز به توضیحاتی داره. من بس اصل مسئله الان مشخصه، مشکل مسئله مشخصه، بس میخوایم ساده سازی انجام بدیم تو مدل استریمینگ و مشکل هم الان متوجه میشه که مشکل چیه. ما سه اطلاعات از دست دادیم و میخوایم بر اساس اطلاعات موجود تصمیم بگیریم. خب نکته اینه که ما نتونستیم واقعتش به ازای کاری داده شده مسیری به دست بیاریم که مسیر ساده شده به دست بیاریم که حداکثر کارت یال داشته باشه. خب و نسبت به جواب اپتیمال هم شما فرض کنید اپت کی در نظر بگیرید، اپت کی در نظر بگیرید، اپت کی یعنی چی؟ یعنی فرض بکنید تو مدل استریمینگ رو بیخیال شید، فرض کنید دیتا رو دارید، کل دیتا رو، و میرید بهترین مسیر ساده شده با کارت یال رو پیدا میکنید، اسمش رو زدید اپت کی. این الگوریتم چند جوری واسش وجود داره و مشکلی هم واسش نداریم. حالا الگوریتمش زمانش اجرش زیاد شد مثلا تو اوردر انس اینا باشه، خب به حال قابل محاسبه است. این اسمش رو اپت کی، من با اسمش رو زدم حالا ام اپت کی. خوبه من الان مدل استریمینگ میخوام یه خروجی به شما بدم. فرض کن اسم الگوریتم من، اسم الگوریتم استریمینگ من فرض کن ایه. خب و این الگوریتم ای من فرض بکنید که یه مسیری میام میده با کارت، فرض کنید یه مسیری میده ای کی بده مثلا، فرض کنید یه مسیری بذارید چون مسیری میخوام نشون بدم اینو با کیو اپت کی نشون بدم. این منظور مسیر ساده شده است توی اپت کی. این هم مسیری که الگوریتم من بعد میگرده کیو ای کی بذاریمش. اینا مسیر اصلی اسمش رو بذاریم پی، مسیر اصلی اسمش رو بذاریم بی، مسیر ساده شده رو اسمش رو بذاریم کیو. خب این کیو اپت کی مسیر ساده شده توی حالت اپتیمال شماست که وقتی دیتا رو دارید و مدل استریمینگ نیست. اینا فرض کنید الگوریتم شما باشه، الگوریتم استریمینگ شما باشه که داره به شما یه خروجی برمیگردونه. متاسفانه ما نتونستیم الگوریتم ارائه بدیم که این مساوی این باشه. طبیعتاً نمیشه داد چون دیتا رو دست دادیم. حتی نتونستیم الگوریتمی بدیم که کاتا یال برگردونه و یه ضریب تقریبا خوبی از این باشه. حتی اینم نتونستیم ارائه بدیم. میشه روش فکر کردش. خب اما اون چیزی که ارائه داریم چیه؟ ما اومدیم یه دونه به جای کاتا یال یه مسیری پیدا کردیم که دو کاتا یال داره و حالا خطای این مسیره که دو کاتا یال داره یه ضریب کانستنتی از این خطای اینه. پس الان ما تعداد یال هم تازه بردیم بالا، به جای کاتا دو کاتا یال نگه میداریم و جوابمون رو داریم با اپت کی مقایسه میکنیم و نشون میدیم که آقا جواب الگوریتم ما، خطای الگوریتم ما، خطای مسیر ساده شده ما مثلا شدم 4 برابر خطای مسیر اپتیمال با کی تا یاله هستش. میخوام چون ظاهر نکنه ما میگم اول دنبال چی بودیم؟ اول دنبال این بودیم که واقعا اینو پیداش بکنیم. خب دوست داشتیم که اینو تو مدل استریمینگ حلش بکنیم. خب قابل حل نیست. وقتی قابل حل نیست بعدش رفتیم چی؟ بعدش رفتیم خب این که خود اینا تولید کردن که بدیهی بود واسه ما قابل حل نیست چون داریم مثل دیتا رو دست میدیم. بعد گفتیم خب بس بیام یه خود چیز بکنیم ضریب تقریبی، یه چیز یه مسیری به دست بدیم با کاتا یال که مثلا یه ضریبی از خطاش یه ضریبی از این باشه، مثلا 2 برابر خطای این باشه، 3 برابر خطای این باشه. اینم دیدیم که اصلا نمیشه. یه واقعا شو بخوایم مثالی زدیم که گفتیم که اگر میخواد مثلا ضریب تقریبمون مثلا 2 برابر 3 برابر این باشه، حافظتون باید دقیقا به اندازه سایز مسیر باشه. این واقعا نشون دادیم که حتی تو مدل هاسوف
تو مدل هاستاف نشون دادن که میموریت اگر میخواید یه ضعیف تقریبی از این به دست بیارید باید اندازه حافظتون به اندازه کل مسیر باشه. حالا کل مسیر نه، مثلا نصف مسیر، یه سوم مسیر. و عملا خب این نشون میده که خب نمیتونیم کاری بکنیم. خب به جای اینکه این کارو بکنیم خاصه اومدیم که به هر این مدل وجود داره. ما خیلی از مسائل، خیلی از اپلیکیشن ها این مثلا نیاز دارن، به این مثلا نیازمند هستن. ما بعد به حال یه راه حلی بدیم دیگه. کاری که کردیم این بود که مسیرهای به طول 2K نگه داشتیم و نشون دادیم که آقا این مسیری که به طول 2K نگه داشتیم خوبه نسبت به اپتیکی. حالا خطاش مثلا دو برابر است، سه برابر الاخر که حالا در موردش صحبت میکنه. این نسبت رو من میگم خطا دیگه، نسبت خطا، خطای این به خطای اپتیکی رو بهش میگن رقیب ضریب رقابتی. بهش میگن ضریب رقابتی و ما خب طبیعتاً دوست داریم که این ضریب رقابتیمون کم و کمتر بشه دیگه. حالا اگر بتونیم دقیقاً 1 در بیاریم که خوبه. توقع داشتیم که مثلا حالا حداقل اینکه اینجا اینو افزایش کار کردیم 2K مثلا خطای این مساوی خطایی میشه. اما واقعش بازم اونم نتونستیم، میشه روش فکر کردش. مثلا الان چیزایی که ما داریم تقریباً 4 خورده ایه ضریبی که به دست میاد. حتی بستگی به تعریف خطا داره، واسه هاستاف یه چیزیه، واسه فرش یه چیز دیگه است. خب ما واسه هاستافش نشون داریم که با کاتا یال نمیشه، واسه فرش چیز ثابت نکردیم. ما فقط بگم این مقاله هم مقاله قدیمیه واسه 2007 اگه اشتباه نکنم، که واسه شات نویسنده بوده، من بودم، مارک دیبرک بوده و یکی دو نفر دیگه از دوستان، دوست زارعی بوده از دانشگاه شریف. مقاله نسبتا خوبیه و هم میتونید مقاله رو اگه علاقه مند شدید یه مطالعه بکنید و به نظر میسه که جای کار داره. من برم سراغ الگوریتمه. و بعد بپردازیم به این که چرا ضریب رقابتی الگوریتمه خوبه. شما فرض بکنید که این مسیر ما هستش، یک مسیر داره میادش، تا الان یه مسیر ساده شده نگه داشتید، کیو فرض بکنید که Q1, Q2, QL باشه، که حالا L مساوی مثلا میتونید تصور کنید 2K هستش. خب تا زمانی که اصولا تا زمانی که تعداد هم نقاط داره یک یکی میانش، تا زمانی که تعداد روستتون کمتر از 2K همه هم میتونید نگه دادید، مشکلی نداره. از 2K به بعد عملا داره مشکلات شروع میشه که من باید 1 کیلو بنزن بیرون. خب فرض کنید این مسئله ساده شده است، قاعدتا الان Q1 من مساوی P1، یعنی همیشه Q1 من مساوی P1 هستش. اما خب به هر حال و QL من همیشه مساوی آخرین رأس مسیری که به دستم رسیده. الان فرض بکنید که این ساده شده تا اینجاست، این ساده شده واسه اینه. الان نقطه بعدی میادش PN برابر 1، نقطه بعدی میادش. خب من QL علاوه 1 رو میکنم PN علاوه 1. اما حالا نکته اینه که من مجبورم یکی از این نقاط رو بندازم بیرون از Q2. Q1 رو که نمیتونم بندازم بیرون، از Q2 تا QL بعد 1 رو بندازم بیرون. سوال اینه که کدوم رو بندازم بیرون. خب کاری که ما کردیم، اومدیم به ازای هر رأسی تو اینجا، به ازای QI
یه چیز رو نگه داشتیم، اونم خطای یا بذاریم حالا بگید شما نیستیم که ما میایم به ازای کیو اینجا آی بزن به ازای کیو آی این خطا رو نگه میداریم. حالا این خطا تو ذهنتون همون یا هاسوف یا فرشه یا هر چیزی. خب حالا خطای این منظورم چیه؟ خطای مسیره از رأس کیو آی منهای یک تا کیو آی بلاوی یک. خب حالا یه سوال جدی اینه که اصلا اینو چطوری محاسبه کرده؟ چون رأسای شما از این رأس تا این رأس فقط چی رو دارید؟ از مسیر فقط کیو آی رو دارید. یعنی کیو آی منهای یک شماست، این کیو آی شماست، این هم کیو آی علاوه یک شماست. اما مسیرتون یه همچین مسیری بوده دیگه. شما اصلا کلا این مسیر رو از دست دادید، این مسیر هم کلا از دست دادید. خب من میخوام این خطا رو محاسبه کنم. حالا فرض بکنید یه اوراکل وجود داره که این خطا رو به من میده. خب فرض کنید یه اوراکل وجود داره که از غیب این خطا رو به من برمیگردونه. بعدا در موردش صحبت میکنیم که چطوری میشه این خطا رو محاسبه کردش. خب بس من به ازای هر کیو آی این خطا رو محاسبه میکنم و اینا رو میذارم توی یه صفحه اولویت، یه صفحه اولویت درست میکنم به حسب این خطای. خب حالا ایدمون چیه؟ ایدمون اینه که کسی که خطاش کمتره که بالای صف قرار میگیره، صف اولویت باشه، اونو از صف میکشن بیرون و از این لیسته چکارش میکنن؟ حسبش میکنن. بس نگاه میکنم این کدوم کیو آی، فرض کنید خطاش کمتره، اما در کاری که میکنم این که کیو آی رو حسب میکنم و اینو به این وصلش میکنم. خب حالا نکته بعدی چیه؟ وقتی اینو به این وصل کردید شما باید به چی رو محاسبه بکنید توی صفحه بذارید؟ وقتی این به این وصل شد الان شما باید برید کیو آی منهای قبلش مثلا به یه نفر دیگه وصل کنید، کیو آی منهای دو. نه؟ شما الان باید برید خطای از کیو آی منهای دو تا کیو آی به علاوه یک رو حساب بکنید. نه؟ بذارید داخل این صفحه و به همین شکل خطای از کیو آی منهای یک تا بعدی رو باید چکار بکنید؟ حالا کیو آی به علاوه دو رو از بگیرید، این خطای از اینجا تا اینجای مسیر هم باید محاسبه بکنید و اونم بذارید داخل صفحتون. این نقطه هست شد دیگه، نقطه میانی هست شد. اینا بعد این اطلاعات رو اینجا نگه دارید که بعد نقطه بعدی که اومد همین کارو ادامه بدید. خب الان مشکل جدی که ما باش مواجه هستیم محاسبه اینه. اینو چطوری محاسبهش بکنم؟ فرض کنیم یه اوراکل وجود داره من برمیگردم، خب واقعش اینکه بعد این مسئله حلش بکنم و این خطا رو محاسبه بکنم با فرض که این نقاط اصلا ندارم، فقط تنها نقطه که دارم کیو آی. چطوری میتونیم نگه داریم؟ نکن آخه شما خیلی اطلاعاتی که دارید اطلاعات لوکاله. مثلا فرض بکنم چه اطلاعاتی میخواید نگه دارید که مثلا فرشه اینو با این حساب بکنید، مثلا خطای فرشه این پالخط رو میخواید با این مسیر محاسبه کنید. فرض کنم مثلا اینا هم ندارید، مثلا چه میدونم این اطلاعات هم این مسیر رو ندارید، این مسیر هم ندارید و میخواید این خطا رو محاسبه کنید. حالا چه چیزی به نظرتون میشه نگه داشت که بشه در آینده این خطاها، این نوع خطاها رو محاسبه کنید؟ الان مثلا نکنید من این تیکر کلا حذف کردم، بعد تازه میخوام میام چیکار کنم؟ تازه وقتی این نقطه اومده اینو حذفش کردم، تازه میخوام میام بشم این خطای اینو حسابش بکنم. خب بعد یعنی دوش فکر کنیم اینه که واقعا خیلی کار ساده نیست.
کار سختیه. نکته اینه که ما این خطا رو حساب میکنیم واسه شما، اما با خطا، با این خود خطا رو با خطا حساب میکنیم. بهتر. آره، یعنی ما یه ارور استاره واسه شما محاسبه میکنیم که این ارور استاره کیو آی منهای یک کیو آی علاوه یک کوچکتر مساویه مثلا ای برابر یه ضریب تقریبی از خطای واقعیه. پس اینجا ما حالا یه خود جلوتر اگه فرصت بشه من واسه شما حالا حداقل واسه یه مثال ساده به شما میگم که چطور میشه تقریبی محاسبه کردش. خب من فقط یه قضیه یه نکته دیگه هم بگم و بعد قضیه اصلی بگم و بعد بریم سراغ محاسبه یه همچین چیزی واسه یه حالت خاص. این الگوریتمی که من به شما گفتم، خب من قبلش این نکته بگم، من یه خطا رو میگم سی مونوتونه، مثلا هاستوف رو میگم سی مونوتونه یا فرشه رو میگم سی مونوتونه اگه این خاصیت ها داشته باشه، که حتی خب هاستوف این خاصیت نداره. این مسئله در نظر بگیرید، خب این فرض کنیم پی آی باشه، اینم پی جی، اگه خطای اینم پی ال باشه، اینم پی ال، اگه خطای پی ال تا پی ال، خب خطای این سگمنت، اگه خطای پی ال پی ام نسبت به این سگمنت حد اکثر سی برابر خطای پی آی تا پی جی باشه، به این خطای میگن سی مونوتون. خب میخواد بگه این شورتکات هایی که این وسط هست، این رو نظر بگی، شورتکات هایی این وسط هستن میخوایم خطاشون خیلی زیاد نشه نسبت به خطای این. بذار نگاه کن الان هاستوف این خاصیت رو نداره، میتونید مثالی بسازید که هاستوف این خاصیت نشه باشه، یعنی نسبت خطای این خیلی بزرگ بشه نسبت به این؟ دو تا مستطیل، حالا تو مسیر بگیم مثلا یه هم چیزی شاید اگه اشتباه نکنم، مثلا اینا پی یک بذارید، پی دو بذارید، پی سه بذارید، نه پی چه. خب الان خطای پی یک پی چه شما حساب بکنید تقریبا چیه؟ حالا این فاصله خیلی کم بگیرید، این فاصله خیلی کم بگیرید، خطای شورتکات پی یک پی چهار شما حساب کنید تقریبا صفر. خب این خطای اینو در نظر بگیرید، خطای پی یک تا پی چهار در نظر بگیرید، خطای شورتکات تقریبا صفر میشه. حالا فاصله اینو تا این خطه بسنجید، فاصله اینو تا این شورتکات بسنجید، کوچیک جفتش اینو خیلی به من نزدیک بگیرید. اما اگه خطای پی یک تا پی چهار نگاه کنید، خطای پی یک پی سه خیلی بزرگ، این نقطه تا اینجا خیلی فاصله داره، نه تا این شورتکات. پس اگه الان پی یک پی سه شورتکاتش داخل پی یک پی چهاره، اما خطاش خیلی بزرگتره. و این هاسوف خطاش سی مونوتون نیست، یعنی میتونه این سیه میتونه هر چقدر بخواید میتونه بزرگ باشه. اما نکته جالب اینه که نشون دارن که فرشه خطاش دو مونوتونه، یعنی واسه فرشه این عدد دوه. خب حالا چیزی که ما نشون دادیم، ادعا کردیم این الگوریتم ساده‌ای که به شما گفتم، این الگوریتم ساده‌ای که به شما گفتم، فرض کنیم که همچین چیزی داشته باشیم، من یه همچین تابعی داشته باشم که یه خطایی به من برگردن، اما خب ضریب تقریبش خطاش ای باشه، تابعی که ارور رو تعریف میکنه بر اساسش فرض کن سی مونوتون باشه. نکته جالبش اینه که ما ثابت کردیم که عدد رقابتیمون میشه سی ضرب در ای. پس عدد رقابتیمون یه جور ترکیبی از این مونوتون است و این خطایی که اینجا ما به ما تحمیل شده، این دوتا یعنی نسبت این
نسبت این دوتا رو نشون دادیم. اگه این الگوریتم رانش بکنید، همین الگوریتم خیلی ساده رو اگه رانش بکنید، نسبت این خطایه میشه 30 ضرب 10. اسپاش هم کوتاست، اگه بخواید مثلا تو مقاله اسپاتش موجود هستش و از اون دوکای استفاده شده، دقیقا توی اسپات از اون دوکای استفاده شده. حالا فقط نکته اسپاش هم میتونم بهتون بگم، نکتهش این بوده که این مسئله دوکا که در نظر میگیدید، خب اپتیماله کیه دیگه، خب میتونیم نتیجه بگیم که یکی از این حالا میگم فقط شهودش چیزش شده، فقط نکته اسپاتش و خود اسپات نیستش، یکی از یالهای حتما یه یال اپت هستش، یکی از یالهای اپتکی هستش، شورتکات اپتکی هستش که شامل یکی از یالهای مسیر دوکی. اینو با یه اصلانه کبوته خیلی ساده میشه نشون داد. میخوام بگم یکی از شورتکاتی که من دارم توی دوکی کاملا میفته داخل شورتکات، داخل منظورم اینطوری دیگه همچه اتفاق میفته و اینجاست که از اون مونوتونه استفاده میشه. این حالا اصلا نیاز، این فقط استفاده یه نکته از در واقع نکته اصلی اثبات، خب به حال اثباتش یه مقدار مفصل، اما خیلی طولانی است، در حد مثلا شاید 7 8 خط بشه اثباتش نباشه، ما میتونید به راحتی هم متوجه بشید که چطور این اثبات کرده. خب پس ما بریم سراغ این که بس الگوتو تقریبا متوجه شدید، الگوت چی؟ الگوت خیلی ساده است، هر نقطه رو خطاش حساب میکنیم و تو هر مرحله نقطه جدیدی که اومد اون نقطه‌ای که خطاش کمتره رو من میندازمش بیرون و این کار رو ادامه میدیم تا برسیم به بجام. خب بریم سراغ این تیکه، اینو من چطوری محاسبه بکنم با فرض اینکه ورودیمو ندارم. من فقط ریزالت هایی که داریم رو بهتون بگم، بعد یه موردش رو فکرم اگه فرصت بشه من نماش توضیح بدم. یه حالتی که در نظر گرفتیم اینه که مسیرمون کانوکسه، فرضمون اینه که مسیرمون کانوکسه. خب یه حالتی که تونستیم ریزالت به دست بیاریم واسه این، اگه اشتباه نکنم واسه این سه اپروکس به دست آوردیم، در واقع ضریب رقابتیمون سه، ضریب رقابتی سه شده واسه کانوکس. یه حالتی که در نظر هاستوف هم در نظر گرفتیم، یه حالت فری مونوتون در نظر گرفتیم، مسیرمون اینطوریه، مونوتون ایکس وای مونوتونه، ایکس وای مونوتون و باز هاستوف. واسه این اگه اشتباه نکنم 4 بعد از اپسیلون در آوردیم ضرب رقابتیمون و واسه هاستوف باقیش بیشتر از این نتونستیم کاری بکنیم و نکته بعدی که در واقع مهمی که ثابت کردیم که اصلا واسه هاستوف نشون دادیم که این نمیتونه کی باشه، این چیزی هم بوده که واسه هاستوف اثبات کردیم. کلا در مورد هاستوف فقط تونستیم این کارا رو انجام بدیم، اما در مورد فرشه تونستیم ذات خوبی به دست بیاریم. فرشه به این جهت که سی مونوتون هست، چون سی مونوتون هست تونستیم ذات خوبی به دست بیاریم. چیزی که واسه فرشه به دست آوردیم، حتی قسمت اصلی یعنی کانتریبیوشن اصلی مقاله بیشتر شاید محاسبه این خطای واسه فرشه بوده، یعنی کار ساده ای نیست. اصولا خود فرشه هایی میخواید محاسبهش بکنید تو همین مدل عادیش باید انسینا تایم بذارید و واقعا شما اومدید تو مدل استریمینگ یه ضریبی تقریب خوبی از فرشه به دست آوردیم و ابزرویشن خوبی به دست اومده که میشه فرشه رو راحت‌تر محاسبه کردش. یعنی اگه خواستید این قسمت رو بعد نیست واسه فرشه یه نگاهی بهش بکنید. بس ما واسه فرشه هم چیزی که در آوردیم اگه اشتباه نکنم 4 رادیکال 2 برابر اپسیلون بوده واسه فرشه دیستانس. من الان فکر کنم فرصت بکنم فقط در مورد این صحبت بکنم که چطور این رو میشه حلش کرد.
واسه کانوکس بقیه‌شو دیگه واگذار کنیم به خودتون که دانش کنم اینو معمولا میچست به تخته عادت که هم خواسته ولش میکنی خود زن آره. خب چیزی که اینجا ما تعریف کردیم این فرض کنیم پی آی پی جی باشه اینو این تیکه مساحت رو من با اریای پی آی جی نشونش بدم این مساحتی که این وسط وجود داره با اریا نشونش بدیم نکته که خیلی راحت میشه اثباتش کرد اینه که ارور پی آی پی جی ارور هاستوفش من که هاستوف بگم اینجا یه اچ هم میزنم که مثلا هاستوف نه فرشی عشان تو این حالت هاستوف و فرشی جفتشون یکسانن یعنی هم تو این حالت و هم تو این حالت هاستوف و فرشی با هم دیگه برابرن خب اصولا اگه مسیرتون چیز نداشته باشه بک پس اصطلاح هم بهش میگن مثلا اگه مسیرتون همچین حالتی نداشته باشه بر نگرده به سمت عقب و توی مثلا پس که این جهت مثلا محور ایکس ها باشه اگه مسیرتون بر نگرده به سمت عقب میشه نشون داد که فرشه هاستوف یک که الان این دو حالت اینجا و اینجا تقریبا یه همچین حالتی وجود داره و میشه نشون داد که این دوتا برمیگه برابر حالا هم بذاریم من اینجا اچ بذارم هاستوف نکته که وجود داره میشه نشون داد این خطای از اریای پی آی پی جی تقسیم بر پی آی پی جی اندازه پی آی پی جی از یه دوم این بزرگتره و از اون اریا میخوام این خطای از این بزرگتره از این کوچکتره تقریبا این برش که دلیلش ساده است ها این بر دلیلش ساده است شما بخواهی خطای این حساب بکنید عملا میشه دورترین نقطه رو باید انتخاب بکنید دیگه درسته مثلا این فرض کنید دورترین نقطه نسبت به این خب الان این مثلثه رو نظر بگیرید این مثلثه خاصا با من خیلی ساده است الان نسبت مساحت از این مساحت مثلث بزرگتره تقسیم بر این بکنیم میشه ارتفاع دیگه یه دو بار میخوادش تو مساحت واسه مثلث خاصا به سادگی میشه اینو در آورد این ولم اون واسه خیلی سخت نیست میشه دو طرفو به راحتی اثبات کردش آره زوزن قصد دیگه دقیقاً زوزن قصد خاصا جفتش به راحتی قابل اثبات این بنابراین از این من میتونم به عنوان تقریب استفاده کنم یه بهتر بگه از این یه دوم فلان میتونم با ما تقریب حسابش بکنم بس سوال اینه که بس دیدی که میشه بس تقریب زد اما حالا نکته اینه که مساحت ها میشه محاسبه کرد یا نه اینه که دارمش نکنم مثلا شما اگه یادتون باشه این QI بود خب این QI منهای یک بود این هم QI برای یک خب عدد اینو دارید عدد اینو دارید عدد اینم دارید بعد الان شما میخواستید چی حسابش بکنید مثلا فرض بکن کیو آی منهای دو هم اینجاست الان شما اگه این بخواد حذف بشه اگه اینو بخواد حذف این اگه بخواد حذف بشه شما باید چیکار بکنید پس اینو میخواد حذفش بکنید قراره که قراره خطای این شورتکات محاسبه بشه حتی این من اضافه کشم دیگه اولا حالا حتی اینم خطای اینم قراره محاسبه بشه همین این کفایت میکنه من الان قراره خطای اینو حسابش بکنم
خب قرار جایگزین بشه دیگه. اصلا اینو خطاشو اینو داشت میخش اینو خطاشو داشتم اینو خطاشو داشتم خطای توی صف تو صف اولویت من بودش. خب الان چیزی که من میخوام محاسبه بکنم خطای اینه. نقطه چی نشونش بدم؟ قرار این حذف بشه، قرار این خطای محاسبه بشه بره تو صف اولویت. خب نقطه ای که خطای اینو من چطور حسابش بکنم؟ خب نکتهش اینه که طول این ضلع رو شما دارید، چون هم کیو آی من های دو رو دارید، هم کیو آی برای یک رو دارید، طول این ضلع دارید، پس این مخرجه عملا موجود هست. شما مساحت رو میخواید، مساحت از اینجا میخواید تا کجا؟ مسیرتون اینطوری بوده دیگه، اومده اینجا، بعد مسیرتون اینطوری بوده، بعد مسیرتون اینطوری بوده، اومده اینجا. حتی حالا مسیرتون کانوکس دیگه، حالا من دیگه خیلی مساحت این تیکر الان شما میخواید. این مساحت هست چطوری میشه محاسبه کردش؟ خب یه مساحت این مثلث این وسطه، یه مساحت اینه که دارید، هم این نقاط رو دارید دیگه. مساحت اینجا چی؟ قبلا به ازای این شورتکات مساحت رو نگه داشتید، به ازای اینم نگه داشتید، به ازای اینم نگه داشتید، اینا با هم دیگه یا با هم دیگه جمع بذارید، پس مساحت ها رو دارید. برای عملاً بس این ضریب تقریبا این عدد رو دارید، شما هم صورتش رو میتونید محاسبه کنید، هم مخرج رو میتونید محاسبه کنید و اول این خطاتون رو تونستید تقریب بزنید. درسته خطای واقعی رو نمیشه محاسبه کرد، اما میشه با ضریب تقریبا دو این خطا رو محاسبه کرد و مونوتون هم هست. اما این ضریب تقریبش دوه، بعد میشه نشون داد مونوتون، بعد اینا در هم دیگه ضرب بکنید همون عدد سه در میادش. واسه ایکس وای مونوتون، حالا شما فرصت هست، واسه ایکس وای مونوتون فکر میکنید چطور میشه محاسبه کرد این خطا رو؟ چیکار کنیم مسیر؟ میتونه زیگزگی بده ها، یعنی یه خود میتونه زیگزگی بده. ما یه چیزی داریم به اسم بیتس. خب شما یه مجموع نقاط داشته باشید، یه مجموع نقاط داشته باشید، یه جهت به شما میدن، یه جهت دی، میگن ویتس این نقاط توی جهت دی چقدره. ویتس یعنی چی؟ یعنی بیاید توی این جهت نگاه کنید ببینید که اولین نقطه که میبینید چیه. یعنی عملا یه همچه کاری انجام بدید، دو تا خط بکشید، دو تا خط عمود به این دو تا خط موازی هستند و عمود به این جهت هستن. طول این فاصله را به عنوان ویتس این مجموع نقاط در این جهت میشناسن. حالا اگه شما من به شما نقاط رو بدم، جهت هم به شما بدم، شما به راحتی میتونید ویتس شما محاسبه کنید. اما الان چیکار میکنید؟ این نقاط رو تصویر میکنید روی این جهته، مینیمم ماکسیمم محاسبه میکنید دیگه. به همین راحتی. این میشه ویتس. خب. حالا الگوریتم استریمینگ وجود داره که نقاط رو میگیره یکی یکی و ویتس رو با شما محاسبه میکنه. اما خب نکتهش اینه که ویتس رو نمیتونه دقیق محاسبه کنه. با ضریب تقریب مثلا یک بالا اپسیلون محاسبه میکنه. خب ما از اینجا از این الگوریتم استفاده کردیم، در واقع این ارجاع داریم به یه مقاله دیگه که میتونه ویتس رو محاسبه کنه. حالا ما کاری که واسه اینجا انجام دادیم، اومدیم گفتیم که میایم از پی آی تا پی جی ویتس رو در جهت ویتس رو در این جهت محاسبه، اولا میگم در جهت عمود اینو نظر بگیرید، این جهت. خب اومدی از پی آی به پی جی وصل بکنید، جهت عمود به این راستا رو تصور بکنید، این وریه، بیاید ویتس رو محاسبهش بکنید. نشون دادم که این ویتس
یه ذره تقریب دو از خطا رو به ما میده. اما شما میخواستی چیکار بکنی؟ میخواستی دورترین نقطه نسبت به این خطا رو بسپید دیگه. شما ویتس رو داشته باشید، حتی نکتهش اینه که ویتس مثلا از اینجا تا اینجاست. ما نشون دهیم که مثلا نصف ویتس یه ذره تقریب دو واسه اون چیزی که شما میخواید محاسبه کنید واسه هاسو. و بعد الگوریتم استریمینگ هم وجود داره واسه محاسبه ویتس. اینا رو با هم دیگه ترکیب کردیم و در واقع تونستیم واسه این مثلا ذره تقریب بسپید. واسه این دوتا ساده بود، یعنی هم واسه کانوکس و هم این خیلی ساده بود، چندان پیچیده نبود محاسبه این خطاه. اما واسه فرشه که قسمت عمده مقاله در مورد فرشه هستش یه مقدار مفصله. اگه علاقه من بودی اون تیکش هم واقعا جذابه، میشه نگاه کرد ببینید فرشه رو که به سختی میشه محاسبه کرد، تو ارده انسینا میشه محاسبه کرد. ما تونستیم با ضرب تقریبا خوبی خطی محاسبه کنیم، یه راه خطی داریم واسه محاسبه تقریبی فرش دیستنس. و این کلیت ماجرا بود. و حال اگه علاقه من بودید مقاله موجود هستش و میتونید مطالعه بکنید. باز اگه سوالی باشه در خدمت شما هستم. خب خسته باشید.